دولت آمریکا اعلام کرده است که از روز دوشنبه 14 آبان 5 نوامبر تمام تحریم‌های نفتی و بانکی را که لغو کرده بود باز می‌گرداند. هدف مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش درآمد و دریافت‌های ارزی ایران به خصوص از طریق کاهش فروش نفت خام است. وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده است که دولت آمریکا در نظر دارد بیش از 700 فرد حقیقی یا حقوقی را تحریم کند، از جمله چندین بانک و سازمان و خطوط هوایی و کشتیرانی به گفته او در لیست تحریم شدگانند. وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که 8 کشور از تحریم آمریکا علیه صنعت نفت ایران معاف شدند. نام این 8 کشور عنوان نشده، اما به گفته آقای پومپئو هیچ کشور اروپایی در میان این 8 کشور نخواهد بود. وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده است که تسهیل کننده بین‌المللی معادلات بانکی نیز مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد، مگر آنکه مبادلاتش فقط در ارتباط با خریدهای بشردوستانه باشد. وزیر دارایی آمریکا اعلام کرده که سازوکار مالی جدید اروپا به ترتیبی نیست که معادلات و مبادلات بزرگ از طریق آن با ایران امکان پذیر باشد. او در این حال افزوده است که 300 مورد جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. دولت ترامپ در ماه مه، یعنی 18 اردیبهشت، از پیمان هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی یا برجام خارج شد. تهران و گروه 5 به علاوه آمریکا و روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان پس از 2 سال مذاکرات در تیر ماه 94 به توافق جامع برای حل فصل برنامه‌های اتمی ایران دست یافتند که علاوه بر تعطیلی برخی از فعالیت‌های اتمی ایران، بسیاری از تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به حال تعلیق درآمد. با انتخاب دونالد ترامپ، او اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد و چرا که رژیم ایران به روح برجام پایبند نیست. او یعنی آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از خروج از برجام به بازگرداندن آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در سایه توافق‌های هسته‌ای معلق شده بود در دو دوره زمانی 90 روزه و 180 روزه فرمان داد. بخش از این تحریم‌ها که از جمله صنعت خودرو فروش و خرید فروش فلزات گرانبها و دسترسی دولت ایران به دلار را محدود می‌کرد، در نیمه مرداد امسال به اجرا درآمد و از 14 آبان تحریم‌های بزرگتری که عمدتاً بخش نفت و انرژی را هدف قرار می‌دهد بازگردانده خواهد شد. هدف دولت ترامپ به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. تا کنون از پیامدهای اجرای دور اول تحریم‌های جدید ایران آمریکا علیه ایران سقوط ارزش ریال بوده که نرخ برابری آن به محدوده 13 تا 19 هزار تومان برای هر دلار رسیده است. این امر باعث شده که بسیاری از صنایع ایران با ورشکستگی روبرو شوند، حتی با نایب شدن پوشک بچه مردم دست و پنجه نرم کنند. حتی اعلام شده که بسیاری از رستوران ها و مراکز مختلف مشتریان خود را از دست دادند و رکود بزرگی در بسیاری از معادلات مسکن و معادلات مختلف وجود دارد. واقعیت اینه که تأثیرات مخرب برقراری مجدد تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام انکار ناپذیر است. ادعاهای روحانی و خامنه‌ای و دولت مردان مبنی بر اینکه مردم نگران تبعات اقتصادی این تصمیم بر زندگی روزمره‌شان نباشند، بدون محتواتر از آن است که کسی را بفریبد. سقوط سرسام‌آور ارزش ریال، افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی، بستن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تولیدی تنها قبل از اعلام خروج از برجام اتفاق افتاده بود و در دوره اول تحریم‌ها بسیاری از کارخانجات تحلیل شدند. این باره خبرگزاری فرانسه در ارزیابی از نتایج اقتصادی فوری خروج آمریکا اعلام کرده بود
که قبل از آن که هیچ نوع تحریمی هم اعمال شده باشد، تأثیرات روانی تهدیدهای آمریکا مبنی بر خروج از برجام نتایج بی‌ثبات کننده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است، از جمله کاهش 40% ارزش پول کشور در مقابل دلار و فرار 10 تا 30 میلیارد دلار سرمایه در هفته های اول اجرای طرح تحریم ها. به این لحاظ این تحریم ها از جمله شامل تحریم های نفتی و فروش هواپیما و تحریم های ارزی میشه. در همین راستا مجوز فروش ایرباس و بوئینگ لغو شده. بسیاری از قراردادهای نفتی با کشورهای مختلف ملغا شده و بسیاری از طرح‌ها روی کاغذ خواهند ماند، طرح‌های عمرانی و در واقع توسعه‌ای که دولت ایران، دولت روحانی در مقابل خودش داشت. بر همگان آشکاره که توافقات ژنو نمیتونست بدون حضور و هدایت دولت اوباما به انجام برسه. توافق برجام بدون دخالت و رهبری دولت آمریکا، یعنی اوباما، امکان ناپذیر بود و هر گونه لغو تحریم ها، هر گونه قراردادهای بزرگ اقتصادی نمیتونست و نمیتونه بدون در نظر گرفتن امپراتوری دلار انجام بشه. دقیقا به همین خاطر با خروج آمریکا از این توافق نامه، در واقع پایه‌های اصلی این توافق فرو ریخته است. آن چیز که امروز ما شاهدیم تحریم ها و فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل و سعودی ها علیه ایران طی چند دهه اخیر عملا به بقای جمهوری اسلامی خدمت کرده است. دولت آمریکا به هیچ وجه خواهان آن نیست که جمهوری اسلامی از طریق قیام و انقلاب مردم سرنگون شود. ترامپ و تیم او در حاکمیت دولت آمریکا تنها میخواهند زیاد خواهی های منطقی جمهوری اسلامی را مهار کنند. بدون شک آنها در راستای منافع سیاسی و اقتصادی استراتژیکشان در منطقه عمل میکنند. این منافع در راستای حفظ امنیت اسرائیل، حفظ و گسترش نفوذ بلوک امپریالیستی در خاورمیانه و تسلط بر منابع آن است. شکست انقلاب 57 و استقرار جمهوری اسلامی و بقای آن در 4 دهه گذشته بیش از هر چیز به مداخله و حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه یاری رسانده است. مسابقه تسلیحاتی در منطقه را تشدید کرده، جنگی فاجعه بار را بر منطقه تحمیل کرده، جنگ ها و درگیری های مذهبی و فرقه‌ای را دامن زده و ارتجاع اسلامی را در ابعادی گسترده برای عقب راندن نیروهای ترقی خواهی و مدنیت و آزادی خواهی تقویت کرده است. محیط زیست منطقه را به شدت آسیب زده، به جنبش های رهایی بخش خلق های منطقه خصوصا مردم فلسطین ضربه زده و به مانی جدی برای حق تعیین سرنوشت مردمان خاورمیانه تبدیل شده است. همراهی بخش های از اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی با سیاست های دولت آمریکا بر علیه رژیم ایران تنها خوشباوری و خودفریبی ساده لوحانه‌ای نیست، بلکه همراهی با جنایت و جنگ طلبی و ویرانگری سازمان یافته است که تبهکاران بین المللی منطقه خاورمیانه را به کشتارگاه انسان و انسانیت و ویرانکدی فاجعه بار سوق دادند. تجربه عراق و سیاست تحریم های بین المللی علیه آن و قربانیان نیم میلیونی تحریم ها و سپس اشغال و ویرانی این کشور، تجربه افغانستان و سوریه و لیبی و سومالی و یمن، همه و همه در مقابل ماست. باید به سیاست سلطه طلبی و زورگوی امپریالیستی نگفت. باید در کنار مردمان ایران برای سازمان دادن انقلاب مردمان ایران و به زیر کشیدن این رژیم جنایت و تباهی اقدام کرد. جنبش دی ماه 96 را باید در ابعادی گسترده تر و سازمان یافته در پیگیران تر به میدان آورد. اینجاست جایی که نیروی رادیکال و ترقی خواه انسان دوست باید بایستد. بیشک جنگ و بحران منطقه ما را ویرانتر و مردمان ایران و خاورمیانه را از تعیین سرنوشت خیش محروم می کند و مانع از تلاش مستقل و آزادانه زنان و مردان منطقه ما می شود. آینده بهتر برای مردمان ایران جز از طریق عمل مستقیم مردمان ایران
کارگران، معلمان، پرستاران، بیکاران، زنان، جوانان، مدافعین حقوق کودک، مدافعین حقوق انسانی، فعالان مدنی و صنفی و اجتماعی و زیست محیطی تأمین نخواهد شد. باید برای همبستگی و سازماندهی این نیرو یاری رسانیم.